أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني به خودتون باید برسید، خودتون رو نباید رها کنید. و اتقوا الله واسمعوا، یعنی تقوا اختیار کردن ولو در هر مرحله، ترک محرمات، فعل واجبات، ترک مشتبهات، ترک ماسوی الله عز و جل. اینها هر چی باشه باعث شنوایی شما میشه مواعظ الهیه. و اگر شما تقوا اختیار نکنید، عرض میشود هر وقت که موعظه به گوشتون بخورد، قرعه عرض میشود سمعوک به گوشت بخورد، المواعظ الالهیه داخل نمیشه در گوش، لم تستقر فی القلب، مواعظ الهیه در قلب شما مستقر نمیشه، از یه گوش در میاد از گوش دیگه خارج میشه. پس بناً علی هذا و اتقوا الله واسمعوا، عرض میشه باز آیه دیگه سوره اعراف آیه 99، الو نشاؤ اصبناهم بذنوبهم و نطبعوا علی قلوبهم فهم لا یسمعون. البته خدا نکند این طور باشه، ملائکه که نگاه میکنن میگن این قلبش منکوس است، دیگه روی رستگاری رو نمیبینه. اگر ما بخواهیم عصبنا به ذنوبهم، ببینید عصبنا اصابه به ذنوب به گناهان، فهم لا یسمعون. پس بنابراین شنوایی شما مواعظ الهیه را موقوف به پذیرش اون بیانات خاتم الرسول و اطرت سلام الله علیهم اجمعین. و اگر نکردید در همین وادی جهالت میمونید. حالا روایتشو میخونم، البته بر سبیل کبرای کلی یه بیاناتی باید گفته بشه. حالا بنده عرض میکنم، سمعت ابا جعفر یقول لمجلسون اجلسه الى من اثق به او سخ فی نفسهی من عمل سنته. این اگر من بنشینم در یک مجلسی که بیانات آل عصمت را از کسی که محل وثوق من است بشنوم، از عمل یک سال بالاتر است. خب ان العاقل من رضی بدون من الدنیا مع الحکمه، یعنی میدونه که اگر 4 ساعت در این دار و تجاره کار بکند بهش 1000 تومن میدن، روزی 1000 تومن بهش میدن، اما اگر 5 ساعت کار بکند مخصوصا 1500 تومن بهش میدن، معذالک به 1000 تومن قناعت میکند که به کارهای دینیش برسد. ولم یرز بدون من الحکمه مع الدنیا، ولی با اون 1500 تومن اعتنایی ندارد. حضرت می فرماید فلذالک ربحت تجارتهم، اینها تجارتشون نفع کرد. اینا بر سبیل کبرای کلیست که القا می کنم. ان ابدانکم
لیس لها سمنون الا الجنه فلا تبیوها به غیرها ما به هزای ابدان شما نیست مگر عرض می شود چی بهش فلا تبیوها الا بها نبادا عرض می شود به چیز دیگه بفروشید. اینا کبریات مطالبه که به شما القا میکنم. در بیان افحسبتم انما خلقناکم ابتا، آیا شما تصور میکنید که ما شما رو بدون هدف خلق کردیم، عبث خلق کردیم؟ چون ها مغرب زمینی ها خودشون رو آزاد بدانند و عرض میشه که غلام طبیعت، نه، ان الله تبارک و تعالی لم یخلقکم ابدا، شما رو ابد خلق نکرد، و لم یترککم صدا، بدون هدف، که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بفرماید کل بهیمت المربوطه همها علفها، این حیوان رو بستن به اونجا همش علوفه است که کی صاحبش علوفه رو بیاره، تکترش و من اعلافها و تلهو اما یراد و بها، شکمش رو پر بکنه و غافل است از اون چه اصلاً دنیا چه خبره، آخرت چه خبره. اینم مثل بهیمه مربوطه است این شخص. بل خلقهم لاظهار قدرته و لیکلفهم طاعته، خدا خلق کرد اینا مخلوقاتشن، شما مخلوقاتش، شما رو دوست داره، خیلی عزیز می‌داره، نمیخواد جهنم ببره، فرعون هم دوست داره، اونم دوست داره، همه رو دوست داره عزیز من. خلقهم لاظهار قدرته، که من یه همچون قدرتی دارم، کنتو کنزن مخفی یا فخلقت الخلق لکی اعرف، من یه کنز مخفی بودم. در اون کتاب مشکلات العلوم این حدیث رو ذکر کرده، من یک کنز مخفی بودم، خب حالا میخوام قدرت نمایی بکنم. تجلی در فلسفه تجلی ذات به ذات عزیز من، عرفان تجلی ذات به ذات، پریرخ تا به مستوری ندارد، چو دربندی سر از روزن برارد. خیلی خوب، حالا اینا رو لیکلفهم طاعته فیستوجبوا بذلک رضوانه، شما رو آورده که بهشت ببر، منتها تکلیف کرده طاعتو عزیز من، باید مشتهیات نفس رو نکنی، باید حقد و حسد نباشی. بچه ها، حضرت فرمود در این چیز شباهت به بچه ها داشته باشین، میزنن کتکول هم دیگه، بعد دو مرتبه 4 دقیقه دیگه 3 دقیقه دیگه با هم دیگه آشتی میکنن، حقد و حسد ندارن دادش جون. پس و ما خلقهم لیجلب منهم منفعه، نمیخواد از قبل شما منفعتی، اون غنیه به ذات از عزیز من، مجرد بل خلقهم لینفعهم و یوسلهم الی نعیم الابد. وقتی که از امام صادق میپرسن لما خلق الله الخلق، این جوابو میده و دنیا داره تکلیف هست. حالا رهبر کبیر رضوان الله تعالی علیه که اینا محتاج به تذکره، جز به درس ما، ایشون تحصیه به اجداد طاهرینشون کردن و خوب خودشون و متعلقاتشون رو
در قبال دین ناچیز دانستم. و در همون کتاب 40 حدیث دارد که مؤمن، مؤمن مجاهد، بذل مالش و جانش رو در راه پروردگار و در راه دین پروردگار عرض میشه که به ارزانی معامله میکنه مالشو و جانشو. و این ادعا رو که در کتاب 40 حدیث حدیث رو مرقوم فرمودن عملا ثابت کرد، همه چیزشو داد. و خوب ببینید پروردگار چطور دلهای عباد رو موقوف بر او کرد. بارها عرض کردم ایشون 1 ساعت با غروب مونده می اومدن مدرسه فیضیه و عرض می شود همون زیر حجره صاحب داری اونجا 1 نفره می نشستن. بعد آقایان یکی یکی می اومدن با ایشون تماس می گرفتن و عرض می شود که صحبت می کردن و تا موقع نماز آقای آسد محمد تقی، آیت الله آسد محمد تقی خونساری، یا اگر تشریف نمی آوردن حضرت آقای عراجی، ایشون نماز رو اقامه می فرمود. و بعد هم نوعا اهل علم بودن، مجزه پزیگه خیلی به ندرت، مگر اینکه ایام مسافری باشه و مردم بیاین با آقایان شرکت کنند در نماز جماعت. این رویه ایشون بود. بنده عرض کردم آقا تذکر دادم و باز باید تذکر بدم، اون عروبی حجره بنده مقابل در منظر و مرعای ایشون بود. عرض کردم آقا ببینید این رفقا از تهران آمدن چقدر مزاحمت میکنن مرو، و خب اینها رو من باید پذیرایی کنن، اینها مسافرخانه و این حرفا نمیرن، هر وقت بیان قم میان حجره بنده و من باید پذیرایی کنم. ایشون اظهار کردن چه به به، چه کار خوب، چه کار بزرگی. گفت بعد فرمودن شما تصور میکنید تحصیل علوم رو همین مجرای عادیه، من ادبیات بخونم بعد لمعه بخونم بعد اصول بخونم رسائل مکاسب کفایه خاری، خیر جهات دیگری شما را به اوج اعلا میرسونه، باید برای اینها حدیث بخونی، اون احادیثی که میخونی مثل رمیتن من غیر رام اصلا ترقیه رو حساب عادی نمی کنی، ترقیه غیر عادی می کنی. پروردگار ان تنصر الله ینصر، اگر شما دین خدا را یاری کردید من بگویم و یا شما بشنوید یا بالعکس، استنصرکم ولله جنود السماوات والارض لیبلوکم ایکم احسن عملا، اولا امتحان کنم ببینم کی دین منو یاری میکنه. در یک روایت داره که حضرت فرمود اشخاصی که استنکاف میکنن از اینکه یاد بگیرن احکام رو باید 20 ضربه شلاق بخورن، 20 ضربه شلاق. پس بنابراین این قضایای ایشونه، نظر شریف ایشون این بود. حالا یک کسی این عکس رو به بنده داد و دم او بله رهنمودهای حضرت امام قدس سره شریف نمازهای 5 گانه را در 5 وقت بخوانه، ترقی دنیا و آخرت. و اگر میخوای دنیا رو داشته باشی نماز، آخرت رو داشته باشی نماز.
و نماز شب را حتما به پا بدارن. خب این خیلی دستور خوبیه عزیز من. ببین حضرت آیت الله و عظما آی بروجردی وقتی که اون پیش نماز ارک به ایشون میگوید که مسائل من رو بگویید، میگه من سحر میگم، استمداد از سحر میجویم. در حاشیه آداب المتعلمین داره که محقق توسی میفرماید این ابناء الملوک، کجا هستن پسر پادشاهان؟ که اون لذتی که من از مطالعه سحر و سحر میبرم اصلا اون محبت های اون لذائذ مادی در قبال اینها بی ارزشه. این ابناء الملوک. خب پس بنابراین نه اینکه حالا بله گفته نماز شب بخونم فلان مقدس، نه بابا، این کلام یه کسیست که عالم رو تکون داد دیگه، جیگر اون رؤسای امریکایی از دستهیشون خون بود. گفتن این دیگه چیه، تعبیر میکردن عکسشو که میانداختن به لاتین نوشته بودن زمین لرزه آمده، یعنی عالم رو تکون داده. روزهای دوشنبه و پنجشنبه را حتی المقدور روزه بگیرند که در ایام ماه را پای ایشون بدهند، اوقات خواب را کم کنند و بیشتر قرآن بخوانند. عزیز من که حضرت فرمود اشخاصی که قرآن میخوانند در منزل عدد و نفراتشون زیاد میشه. برعکس، حالا من در موسیقی حرام به طور کلی بخوانن عددشون کم میشه، روایت گره ها. قرآن که بخونن عدد زیاد میشه. و یادم نمیره که از این موسیقی های محرم میزد یک خانمی، و البته تو روزنامه هم نوشتن، همسایه اومد گفت شما ملاحظه ما رو بکنید. خب موسیقی رو به درجه بزنید که خودتون بفهمی. عزیز من، ما مریض داریم میخوایم زودتر بخوابیم. من خب چرا اینقدر بلند میگیری اذیت میکنی؟ این سه تا فرزند داشت، فرزنداش هم کشیده بود، یکی چو فرستاد لندن، دوتشم پدرش گفت در ایام تعطیل میخوام برم اهواز. گفت بچه هارم بردار ببر. دوتا پسر رو برداشت برد. در روزنامه اطلاعات عرض میشود وقتی که برد، این هم موافق بود با اون خانم، جواب میداد از همین جوابهای بیبندوبال ها. چهار دیواری اختیار داری عزیز من؟ نه همچین نیست که عزیز من، تو هر کاری بخوای بکنی همسایه را اذیت کنی. برداشت برد اهواز، با همون عرض می شود سواری که داشت، در موقع برگشتن این ترلی چیه این می اومد، عرض می شه خب گرد و خاک می کرد از توی جاده غیره عرض می شود اون که قیریزی شده است و پلان ناصاف و اینها، جرد و خاک میشه، چشمش عوضی میبینه، سواری با تمام نفراتش میره زیر ترل، له میشن. هم شوهر این خانم هم اون دوتا پسر مثل نقل، تقریبا شاید 19 سال 20 سال. اون وقت اونجا نوشته بود اون خانم، قبل از مسافرت شوهرم اولین شخص دنیا بودم از حیث افتخار و از حیث آزادی و الی آخره.
اما حالا بدترین افرادم، بدبخترین افرادم، چون شوهرم رو با دو گوهر تابناکم از دست دادم و فعلا فرستادم که پسر من از لندن بیاد که من از بین نرم. حالا علا اجهاله. خب پس بنابراین برای عهد و پیمان اهمیت فوق‌العاده قائل بشی عزیز من. تمام اینها متخذ الروایات، ساعت و نکش عقب عزیز من. این بازی ها یعنی که تو چقدر قول دادی بریز؟ چه ساعتی قول دادی؟ من ساعت 9. خیلی خوب حسنا عرض میشه، اون وقت ساعتت رو. خب آقا چرا دیر آمدی؟ تقریبا نمیانه یه 10 دقیقه داریم به 10، وقت ساعتتو میکشی سر ساعت 9. نه ساعت 9 عزیزم، اینها اینی میندازم به اینجا، اینها ساعت 9. خب اینا این بازیه، اینا برخلاف تا فرمایش ایشون میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. مؤمن راست میگه عزیز من. من لا عهد له لا ایمانه. نه آقا ببخشید چشم من اشتباه کردم، نیومدم، کاری اتفاق افتاد. مؤمن باید حمله به صحت بکنه، 7 حمله به صحت، 70 حمله به صحت. به تهیدستان انفاق کنید، از مواضع تهمت دوری کنید. این هم معلومه دیگه عزیز من، رفتن در یک مواعظی در یک محله هایی که انسان متهم میشه احتراز بفرمایی. در مجالس پرخرج و با شکوه شرکت نکنید، چون آخه که قدری وقت اختلاف طبقاتی میشه. اینجا رو دیگه چه جور شرح بدم؟ لباس ساده بپوشید، زیاد صحبت نکنید، دعاها را مخصوصا دعای روز سه‌شنبه رو بخونید. خب دعای روز سه‌شنبه چیه؟ پروردگارا، پروردگار عزیز من، زندگانی و تعیش مرا در تحت اجرای برنامه دینی خودت قرار بده. صلواتی یعنی لقمان حکیم به پسرش فرمود پسر من، اون کسب و کار و تجارتی که با نماز اول وقت تو اصابت بکند اون میمنت نداره، برکت نداره. حالا تو هی آفتاب زردی، هی این کارا رو بکن و میرزا و تحصیلدار و اینها رو یه برنامه برای خودت درست کردی. خب ببین، حالا ببین آقا همه رو چیم؟ ورزش بکنید. یعنی خب ما با ورزش مخالفت نداریم، اما ورزشی که مقدمه باشه، من بدنم سالم باشه، عرض می شود حتی نرمشم نوشته ها، نرمه اینا رو هم آقا نوشته، نرمشم نوشته. خب حالا اینا رو هم نوشته است. پیاده روی بکنید عزیز من. آقا خب عالم امروز بوده، مرد روز بوده. خب بیشتر مطالعه کنید، مذهبی، اجتماعی، سیاسی، علمی، فلسفی، همه رو مطالعه کنید عزیز من. پس بنابراین همه جور مطالعه بکنید و مطالعه که می کنید عرض می شه هم مطالعات پس پرده
که پروردگار با ما چه خواهد کرد و هم مطالعه اکناف و آفاق که اون طرف دنیا چی کار میکنن، مسلمونا رو چی کار میکنن، چه باید کرد، چه فکری باید کرد، آذوقه باید برای اونها داد، آیا در حد امکان نفرات باید به کمک اونها فرستاد. خب حالا اینم هست، دوازدهمش. حالا مثل این که به عقیده بعضیا چیز نیست، رانندگی یاد بگیرید، اما خیلی اتومبیل یواش دادش جان، یواش ببرید، مردم رو مزاحمت نشید، برخورد نکنید، موتورسیکلت الی آخره، دانش، تجوید عربی در هر زمینه ای هست بیاموزید، کار نیک خود را فراموش کنید، انفاقاتی که می کنید اونا رو فراموش کنید، گناهان خود را به یاد بیاورید.